همینجا وایسا. تلفنشون بده. خوش اومدی جناب باسپورس. ما پای حرفمون هستی میگید. دختره نشون بده. بابا! الیف! بابا! امیر وایسا سر جات. بگیر. ببین، کشتن یه باسپورس غیر از اینکه واسه درد سر کنه چیزی نیست. ببین گیت، تو این زمانه نباید به هیچ کس اعتماد کنی، حتی به برادرت. دیدی که برادر باسپورس چه درد سرایی برامون درست کرد. حالا تو دخترتو بردار و برو. تحسین، آقای باسپورس رو بگیرین، اون پیش ما میمونه. از من خواسته بودی بین شما و خانوادم یکی انتخاب کنم. بله، تو هم انتخابتو کردی. دختره رو بیاری. سلاحاتونو بندازین. داداش بسیر مبارک باشه. عروسی نوت هم دیدی، جشن شایسته ای گرفتی. زنده باشی. شلا قسمت ایگی تو امیر. انشالله بابا. دوادومه نفرستدیم، کار زشتی کردیم. خیلی حالش خوب نبود بابا، کارای عروسی خستش کرد. چه خستگی تا از خست این کارو میکنه. از قدیم چی گفتن؟ با دست پس میزنه با پا پیش میکشه. از وقتی عروسی خانواده شده یه با لبشو خندون ندیدیم. برو صداش کن زود بیاد. عروس خونه نباشه که نمیشه جشن گرفت. جلوی مردم سکه یه پول شده. گفتم بابا اما خسته. ساکت. ببین بسیر یه حرفا یه بار میزنه. فهمیدی چی گفتم؟ زلیخا با تو 5 دقیقه دیگه اینجا باشه. همین. نه 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 نه، بی خودی اصرار نکن که من نمیام. باور کن زلیخا جونم، اینطوری نکن.
ببین آبرومون جلوی مردم رفته. بابام گفت عروسم روی منو زمین نمیندازه. خواهش کرد بیای. خواهش کرد. اونم بابای تو خواهش کرد. بابایی که تو داری فقط بلد دستور بده. سری یه بار میرم شهر یه لباسی چیزی بخرم، حرف نمیمونه که با آدم نگه مگه زندانیم من. ای بابا خسته شدم دیگه، نمیتونم، نمیتونم، بستم، نمیتونم نفس بکشم. آخه عزیز دلم، تو هم بخی را بردی. درست شب عروسی، خواهش میکنم به خاطر من بیا، جون من بیا. به خاطر تو 25 سال عمرم تو این خونه هدر دادم. 25 سال هر حرفی بابات میزنی هیچی نمیگم. نه تموم شد، بسته، دیگه نمیتونم. چی کار کنم زلیخا؟ بابامه، چی کارش میشه کرد؟ پیر شده دیگه. گفتم که اطاعتی دیگه در کار نیست. دنبال تو را افتادم، از استانبول اومدم اینجا. گفتی میریم دستبوسی و یه ما دیگه هم برمیگردی. فقط حساب کن چند سال گذشته، هر حرفی زد نتونستی نبگی. حالا اون نوه‌هاش دارن عروسی میکنن، فردا پس فردا هم برای پسرای ما یه دختر پیدا میکنه میشونه ور در خودش. نه خیر، بچه‌هام که اثر رو پیدا نکردم، فهمیدی؟ آینده بچه‌هامو با اینجا موندن خراب نمیکنم. بابا بزرگ، نظر کسی بفهمه، فقط برو بره. من صاحب بسلسم، اکه نخورم که زشته. اما دکتره با شما امقیده نیستم. راستی از تو برات یه رکی آوردم، اونم از نوع درجه یکش. تو نیمده بخورم. سلامتی. قول میدم اگه الان بیای پایین باهاش حرف میزنم. نمیخواد باهاش حرف بزنی. نظرتو بهش بگو، بهش بگو تصمیمم اینه، واضح. قول میدی؟ قول شرف. کی میگی؟ بعد از عروسی. اگه خدا بخواد این رشته تا پروفسورها ادامه داره. چی کار میکنی بابا بزرگ؟ نویه بسیر پروفسور میشه. شیر پسر من. میدونی تو دلم جای دیگه ای داری. داداش تو ببین، همین دیپلمش هم به زور گرفت. کجاست؟ کجا رفت؟ ببین معلوم نیست کجا غیبش زده. حتما واسه خودش سرگرمی پیدا کرده. ول کن ایگیت، که میایین خواستگاری من؟ من تو رو همیشه خواستم دختر. ببین، خواستم که اومدم. تا امروز نتونستی رو هیچ چیزمون پا بذاری، اما میبینم حالا که میتونی پایکو بکنی وسط نیستی عروس خانم. میخوام تو حال هوای خودم برقصم بسیر خان. حالا هوای تو به درد اینجا نمیخوره. میدونم میدونم، برای همینم میخوام یه چای دیگه برقصم. یه خورده تنها میمونیم، ولی چه کار کنیم تقدیر دیگه. آخه تا کی میخوای واسه من از این کوریا بخونی دختر؟ 40 ساله داری همینا رو میگی. میگن 40 بار باید بگی تا بشه. خب ما هم که به 40 رسیدیم داریم میریم انشالله. به سر جایی میمونه که بهش تعلق داره، زنش هم پیشش میمونه. تازه با کدوم پول میخوایی بریم؟ یعنی چی با کدوم پول؟ این همه مزرعه و زمین هست، یعنی حسن هیچ سهمی نداره؟ نداره، حتی به اندازه یه چوب کبریت هم سهم نداره. شاید بعد اینکه من مردم یه چیزی بهش برسه، اما تا وقتی که من زندم هیچ پولی به هیچ کس نمیرسه. تازه حسن رو حرف من حرف نمیزنه. چی بگم والا؟ حسن بعد عروسی یه حرفایی واسه زدن داره. آره بابا، امکان نداره. داره داره. میگم نداره. تو وای خدا. بسیر خان، بسیر خان، حسن، حسن. بابا چی شده؟ بابا چی شده؟ بابا چی شده؟ بابا خوبی؟ دورو برش خرخط کنی. بابا خودت بیا. بسیر خان. بابا بابا چشماتو باز کن. بابا جان خوبی؟ بابا تو رو خدا چشماتو باز کن. بابا 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 چشماتو باز کن. بابا 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 چشماتو باز کن. عزیزم
میدونم سخته، خیلی هم سخته، ولی بابات زندگی خیلی خوبی داشت مگه نه؟ نوه ها شدی، عروسی نوه ها شدی، بچه هاش همیشه دور و برش بودن. خدا قبل این که از دست و پا بیفته بردش، خدا همچین مرگی نصیب به همه بکنه مگه نه؟ حسن جانم، تا بوده همیشه رئیس این خونه پدرت بوده، الان تویی، همه یه تصمیم ما با توی. میگم که بفروشیم و همه زحمتو بگیریم و بریم استانبول. ها؟ بفرما. یواش یواش میریم دنبال زندگیمون. کجا؟ استانبول دیگه. پسرمون که میخواد بره دنبال درس، گفتیم ما هم باهاش بریم. وا، مگه حسین برادرشو میفرسته استانبول؟ لافه. نه که ما منتظر نظر حسین بودیم دختر، من اونجا خونه دارم، از پدرم به هم رسیده، میخواستیم بفروشیم منصرف شدیم، الانم میریم اونجا. خدا رو شکر برمیگردم شهر خودم، نمیشه که تا روز مرگم اینجا بمونم. میگن همیشه تو مراسم عزای چیزی پیش میاد آدم خندش میگیره، خدا نکشتت دختر. ای بابا، این کجاش خنده دار بود؟ میخواستم بیروت نیارم، ولی یکی از آشناهای ما رفته بود استانبول، طرفای شما خونه دیده بود. میگن اونجاها پایین شهره. پایین شهره؟ امینه، اونجا جز مناطق تاریخی استانبوله. البته تو چه میفهمی؟ وای، نکنه خونتون سرای توپخانی بوده و آشنای ما ندونسته ها؟ مگه دیوونه شدی امینه؟ چهلم بابامه، این خنده ها یعنی چی؟ آبرمون جلوی مردم رفت. ناراحت شدی؟ خاله زولی میخواد برگرده خونش استانبول. امینه، الان وقت شوخی نیست، از خودش بپرس. ای داده بیداد، ببین من با کی دارم درد دل میکنم، با کی هم؟ من زندگی تو همینه دیگه، این آشپزخونه و اون حیات. سالا به خاطر اینکه از استانبول اومدی به امون فخر فروختی، برو خواهرم برو، ولی سه روز نگذشته دومتو میذاری رو کولتو برمیگردی. این خط و اینم نشون، هر چقدر میخوای خط و نشون بکش، حالا میبینین کی برمیگرده کی بر نمیگرده. ببین حسن، با برادرت حرف میزنی، سالای اسارت تموم شد و رفت، یا با من میای یا پسرامو بر میدارم و میرم استانبول. آی امیر مدرکشو اونجا میگیره، با گیتم یه کاری شروع میکنیم دیگه. آخه این چه کاریه برادر من؟ مگه به جز زمین و مزرعه کار دیگه هم بلدیم؟ بچه ها اونجا از راه به در میشن، مخصوصا ایگیت، نگاه نکن اینجا یه جوری خودشو سرگرم میکنه، کار بلد نیست، درس نخونده، تو استانبول هیچ کی تحویلش نمیگیره.
مغازه باز میکنیم. با کدوم پول؟ خب سهمیا که از ارث بابا میرسه میفروشه. چی میگی تو برادر من؟ من زمینه بابامو نصف نمی کنم. اینجا از جدمون به همون رسیده. تصمیمامو گرفتم داداش، به زلیخا قول دادم. که به زلیخا قول دادی ها؟ بدبخت بیچاره. پس روز شماری میکردیم بابام بمیره. آره؟ میخواد مغازم باز کنه. دو روز نشده همه ی داراییاتونو به باد میدی. نه اینکه خیلی هم آدم زرنگی هستی. نه تو نه بابام هیچ وقت به من اعتماد نکردین. دیگه ازتون خسته شدم. چه قیافه ایه ها؟ باید خیلی خوشحال باشی که داریم میریم استانبول. از اینجا میریم. چه میدونم؟ عادته. پسر 4 ساله داری میری ترابزون و میای. تازه مگه خودت نخواستی استانبول باشی؟ چه ربطی داره آخه؟ اون وقتا میرفتم و برمیگشتم. ولی الان چی؟ همه چی رو جمع جور کردیم داریم میریم. یعنی استانبول چه جور جاییه ها؟ اونجا همه چی آخرشه. همه همیشه میگن هرس خوردن نداره، اعصاب خوردی نداره، راحت راحته. این بر تموم شد. حله. داداش حلالم کن، بده دستتو ببوسم. داری اشتباه میکنی حسن، ولی ببین اگه جایی گیر کردی سراغ من نیا. پولای پشتره تو خراب کردی. بودو داداش بودو، استانبول داره فرار میکنه. زلیخا پشت سرت آب نمیریزم. میدونم که بالاخره بر میگردی. منتظرتونیم بیاین استانبول. خب دیگه بریم، ایشالا هرچی پیش میاد خیر باشه. خیرترین کاری که میکنیم راه افتادنه. میریم بانک و پولا رو بر میداریم و کم و کسری ها رو جبران میکنیم. وای خدا، باورم نمیشه داریم خونه دار میشیم. وسایلی که خودم انتخابشون میکنم. در اصل من الان تازه عروسم. نیازی نیست بریم بانک عزیزم. چرا؟ پولا همینجاست. وای حسن، باور نمیکنم آدم اینقدر بیفکر میشه آخه. نگفتی یه دفعه اگه پولامونو بدزدن چی تو خبرها رو نمیبینی؟ اینقدر نفوس بد نزن زن، دنیا اینقدر هم بد نیست. آفرین، تو هم همینطور چشم بسته به همه اعتماد کن. خدا به همون رحم کنه.
آخ که کاشکی این ساحل زبون باز میکرد و حرف میزد. آره والا بابا چه نفس عمیقی کشیدی. از ته دلم بود. چی میگفت؟ آره چی میگفت؟ آخ جز عشق چی میتونست بگه؟ کم این جاها رو با هم دیگه گشتیم. خیلی گشتیم زلیخا، خیلی عوض شده، خیلی زیاد. این لباس خیلی بهت میاد دریا. دریا میگم با موتور بریم لب ساحلی دوری بزنیم. ای بابا برو پی کارت سلیم. میخوای فردا بیام دنباله؟ یه جورایی سرویس رفت و برگشت میشم ها؟ اگه برای جهنم سرویس هست اونجا بریم. چی شد؟ باز زایه شدیم؟ تو به کار خودت برس پسر جون. سرت به کار خودت باشه. داداش دختره حق داره، ما خودمون دوتا سوار موتوریم، دختره کجا میخواد سوار شه؟ پسر اگه اون بخواد سوار شه تو رو پرت میکنم پایین. ببین اونجاست نامیک. آه اینجاست؟ آره ای خدا رسیدیم. آه پام خوش شده. خدا رو شکر که اومدین. پسرم اوی خوش تیپم. وای چه کت و شلوار شیکی هم پوشیدی. این چه تیپیه، مثل مادیرایی. تو هنوز هم خوشگلترین دختر این محله ای. برو بچه. خوش اومدی. خوش اومدی داداش حسن. نکن خوش اومدی. سلام. من امیرم. ببین اون امیر این ایگیت شناخت دیگه. سلام خوش اومدین. سلام مادر. بفرمایین داخل. بریم تو. شما برین ما وسایلو میاریم. وای زود باش امیر. بیا شدیدش. خبر خوبی؟ بیا بالا. خوبم عزیزم، از سر کار اومدم، خیلی خستم. تلفن میزنی خنگول؟ از اونجا بگو دیگه. والا انگوش به دهن موندم، این پسرای خوشتیپ از کجا اومدن اینجا؟ اینا؟ کدومشون؟ میخواسته کدوم باشه؟ اون پسر بلوزابیه. یه نگاه بهش بنداز ببین چقدر جذابه. نگاش کردم، من که جذابیتی نمیبینم. بفرمایین. باشه پسرم عزیزم.
باورم نمیشه. آی آخه بعد 25 سال، 25 سال طول کشید که به این خونه برگردم. چه راه طولانی بود واسه برگشت. خدای من شکرت، این پنجره رو ببین. آخ کاش این پنجره زبون باز کنه و حرف بزنه. هر روز از مامانم اونجا منتظر بابام بود، هر روز صبح بدرقش میکرد. اینجا یه قالی قرمز داشتن، یادت میاد؟ آخ زندگی ما مثل اونا قشنگ میشه. حالا میبینی ایشالله. اینا دیگه چیه؟ با شوفاش گذاشتیم؟ وقتی شما زنگ زدین که داریم میان یه کارایی کردیم، به دیوارا دست نزدیم، میدونی که ممنوعه، اما اینو گذاشتیم اینجا. آه خیلی خوب، قسمت شما بود، استفاده کنین. آخ نامیک جان به خدا واقعا موندم چی بگم. آخه چجوری میتونیم زحمتاتو جبران کنیم؟ خدا ازت راضی باشه. این حرفا چی آبجی؟ از خانوادامون مگه چند نفر مونده؟ معلومه که به هم کمک میکنیم. شما الان وسایلتون رو جمع کنیم، بیاییم بریم خونه ما تا یه خورده حالتون جا بیاد. بچه ها تو خونه غذا درست کردن، منتظرمونن. آخ عزیزم دستتون درد نکنه، اما نه، ما میخوایم شب اول خونه خودمون باشیم. مگه میشه آبجی؟ اینجا اجاقی چیزی نیست، چی کار میخوایم بکنیم؟ خودمون یه چیزایی آوردیم. حسن برو با بچه ها وسایل جمع کنین و بیارین، فقط تو رو خدا زود باشی. باشه باشه. نامیک قرار بود برای کار ما رو با یکی آشنا کنی، چی شد؟ چه خبر؟ اسدالله خان؟ آره آدم درستیه. این حرفا چی آبجی؟ اسدالله خان خودم ضمانت میکنم. بهت بر نخوره ها، ما هرچی داشتیم و نداشتیم فروختیم، آوردیم دار و ندارمون رو جمع کردیم و اومدیم، باید خیالمون راحت باشه دیگه. تو اصلا نگران نباش آبجی، اسدالله خان آدم خیلی خوبیه، کسی که خرش همه جا میره. تو شهری مثل استانبول همچین آدم هایی به درد میخورن آبجی، خیالت راحت. وای دلم یه جوری شد. میبینمت. کاری نداری؟ خدافز. آخ ماشالله خندت واسه بیرونی هست، اخم و تخمت واسه ماست. اینی که تو دستمه آدمو خندون میکنه. بیا تو هم یکم بخور. برو دخترم برو، برو غذا ها رو بیار دخترم. دریا یه خورده پول داری بدی؟ ندارم، پولی که به هم دادن داری میخوریش. کل روز جون میکنم و بوی غذای مردم رو تحمل میکنم یه غذا جلوتون بذارم، اونم که خرج قمار مشروب میکنی. این چشم رو، این همه سال در حق پدری کردم، ببین چه حرفایی میزنه بیشور. بچه رو ترسون دید تربیت. نترس آبجی جون، مثلا داره پدری میکنه. دخترم آخه تو چرا جوابشو میدی؟ مامان تو رو خدا ازش طلاق بگیر، نمیبینی آرامشمونو به هم زده؟ من به خونه میرسم، قول میدم اون که نباشه وضعمون خیلی بهتر میشه. دخترم اون شوهرمه، ما هم بچه هاتیم، یادت رفته؟ خودت به شوهرت برس، شوهرمه. همسایه جدیدمون اینان، هر کی از ده پا میشه میاد تو این محله. بابا دیگه بسه دیگه، یه قف بعد به این در استانبول بزنن، استانبول دیگه به درد نمیخوره دخترم. البته میخوای همه رو بیرون کنن، اون وقت استانبول بمونه فقط برای ما. خب من برم یه قهوه خوشمزه درست کنم. آبجی ول کن، چجوری میخوای قهوه درست کنی آخه؟ هی نامیک جان، من 25 ساله که دارم با خیال امشب زندگی میکنم. مادرتو نقشه قهوه رو از 25 سال پیش کشیده بوده. معلومه، شک داشتی؟ خدای شکرت. تو شکاشونم آوردن. مامان تو هم هیچ کسا نمیپسندی ها، انگار خودمون شاهزاده. دخترم شاید شاهزاده نباشم، ولی یه دختر دارم مثل ملکه هست. دخترم وقتی با یه پسر پولدار ازدواج کرد باید هوای مادرش هم داشته باشه. ای وای خوش اومدیم. آره به خدا خوش اومدیم، بیاین تو بیاین تو. واقعا که چرا نیومدید خونه ما؟
خجالتم نده دیگه دختر. ببخشین یه لیوان آب میارین؟ البته. داداش از این بخور خیلی خوشمزه است. باشه میخوام. دو تا چای لطف میکنین لطفا؟ حتما. ببخشید خانم میتونم یه قهوه ترک سفارش بدم؟ خانم سفارش ما چی شد؟ میشه لطفا اینجا رو هم تمیز کنین؟ داداش نمیک میشه بگی برای چی میخوایم با یه بنگاهی راجب این که چیکار بکنیم حرف بزنیم؟ این حرفا کدومه؟ اسدالله خان که فقط یه بنگاهی نیست، از اونجا به عنوان دفترش استفاده میکنه. اون تو جای دیگه کلی سهام داره. بهتر از هر کسی میدونه اینجا چی بیشتر مشتری داره و چی به درد کی میخوره. چون مادرت گفت من سفارش کردم، وگرنه طرف سرش خیلی شلوغه. داداش حسن میخوام بگم من ضمانتش میکنم، خیالتون راحت باشه. خب باش نمیشیم. کبرا اسدالله خان نیست؟ اومدم نمک، اومدم. داره میاد. سلام، خوش اومدی. سلام، من میرم. خوش اومدی. حسنم. خوش اومدی. خب، بریم نمک. بفرمایی. بفرمایی. لباس دکولته ساده ای که میبینین با سنگای قیمتی 70 ساله تزیین شده و لباس جدیدمونه. مد امسال اینه که دنباله لباس روی زمین کشیده بشه. اینجاست؟ به ظاهرش نگاه نکنین، چند وقت خالیه، بهش رسیدگی نشده، اما یه دستی به سر و روش بکشین مثل دسته گل میشه. خیلی معذرت میخوام ولی کرایش زیاد نیست. اگه یکم بهتر بود که با قیمت بالاتر میدادم به کسی دیگه. چیزی نیست که، وسایلا رو میبریم بیرون بعد یه ذره ترتمیز میکنیم تموم میشه. اینجا هم جاش خیلی خوبه، تو تجارت هم همین مهمه دیگه، همینه. تو کوچه پس کوچه اینجور مغازه زیاده ولی مشتریش کمه. نمیتونین پولی در بیارین. اینجا رو نشونتون دادم که این همه راه اومدین یه فایده‌ای براتون داشته باشه. به نظر من از پسش برمیایم. بهم بگین این مغازه رو برای چه کاری میخواین؟ راستش میخواییم یه سری چیزهای کادویی اینجا بفروشیم. سوغاتیایی که از شهرهای دیگه میاد. خوراکی، داره. چای، صابون، کارت پستال، هر چیزی که بشه. گفتین کارت پستال؟ شما میخواین به دو روز نکشیده از استانبول برین؟ کارت پستال چیه؟ ولکن تو رو خدا، کارت پستال. تو استانبول چی بفروشیم خوبه؟ چیزی که هم خیلی با ارزش باشه، همیش وقت از مد نیفته. مثل چی؟ مثل طلا. وای اینو خیلی قشنگن دریا. اینو نگاه کن. آخه من اینو کجا میخوام بپوشم ها؟ بابام حتی به زور اجازه میده بیام مغازه. حالا فکر کن بخوام اینم بپوشم. اشکالی نداره، دیدنش که مجانیه. اینو دریا میشه این چند روز پیش من بمونه؟ از ترس بابام نمیتونم راحت نگاش کنم، شاید شب که خوابیدم بتونم. البته که اشکال نداره، پیشت بمونه. کبرا بابا
من دیگه برم. فعلا خداحافظ. زرگری میزنیم یعنی طلا فروشی؟ ای بابا یه ذره صبر کن دیگه. باشه بابا، بالاخره کی میخوای بذاری تو باشگاهم؟ آخه ما از طلا جواهر سر در نمیاریم که. آقا اسدالله خودش کارگاه جواهرسازی داره. خب جنسا رو از اونا میخریم، اونم به ما راه و روش فروش رو یاد میده، مثل اینکه خیلی وارده. آخه میگه طلا همیشه مشتری داره. کی گفته؟ هم اسدالله خان میگه هم نامیک. آه نمیدونم، اگه نامیک بگه که لابد یه چیزی میدونه که میگه. ما رفتیم مغازه بگیریم، یارو میخواد بهمون طلا بفروشه. مجانی که به ما نمیده پسرم، طرف داره به ما کار یاد میده، مگه چیه؟ باشه بابا، اما باید یکم فکر کنیم، چه عجله ایه؟ اصلا برای چی باید انقدر به اینا زود جواب بدیم؟ راست میگه والا. سلام. تو کجایی پسرم؟ اولین سفرمونو انداختی، معلومه کجایی؟ آره میدونم، اما از اونجایی که از سر صبح تا دارم میز و صندلی جابجا میکنم، باید یه هوایی میخوردم. آخ آخ آخ، ببین چه جوری دروغ میگه. میخواسته هوا بخوره. انگار ما نمیدونیم وقتی میری هوا خوری مخه چند تا دخترم میزنی. آره. از هر موجش چند تا دختر آویزونه. خب تعریف کن ببینم امروز چطور گذشت. میخوای چطور بگذره؟ هی لباس پوشیدیم و در آوردیم دیگه. ببین دخترم، یه روزی میرسه که تو رو به خاطر اینکه لباس تو تنت قشنگه انتخاب نمی کنن. تو خودت لباسی رو که بیشتر از همه بهت میاد و انتخاب میکنی. بسته دیگه ماما. چیه خب؟ دوباره این حرفا رو شروع نکنا. ببین مرلین مونرو هم فقیر بوده، اما بعدش چقدر موفق شد، با کندی بزرگ دوست شد، چقدر خوشبخت شد. مامان مرلین مونرو خودکشی کرد میدونی دیگه؟ خب نه، بعضیا میگن کشته شده. آره. یعنی بهترین فکری که برام کردی این بود؟ قربانی جنایت بشم؟ این چه حرفیه میزنی دخترم؟ خدا نکن عزیزم. ببین تا من زندم کسی از مادر زایده نشده که بخواد به تو آسیبی برسونه عزیز دلم. من دیگه میرم بخوابم. شب بخیر عزیزم. شب بخیر. آخ بیا بفرما. ببین خوشرویی هم نمیتونه اینجوری اتو بزنی که من زدم. فردا مثل دسته گل میری سر کار. ممنونم مادر جونه. عزیز دلم، انشالله که ازت خوششون میاد و بعد از درستم همونجا مشغول به کار میشی، همه چی رو برا میشه. انشالله ما هم پولدار میشیم و بلا فاصله برات یه دفتر وکالت باز میکنیم. هرچی قسمت باشه. اما من چند بار باید بهت بگم مادر جون، من میخوام استاد دانشگاه بشم، شاید پروفسور بشم یا آدم بزرگی چیزی. ای بابا پروفسور کیلویی چنده؟ او که درآمد نداره پسرم. یعنی تو هم تو خانه بودن لنگه بابات. چی داری میگی مادر؟ پسر جون باشه، برو پروفسور شو، هر چی دلت میخواد بشو، برو پروفسور بشو. آخ روزی که از اینجا میرفتم و یادمه، خدا چه حال و هوایی داشتم. وقتی را میرفتم همه نگاه میکردن. هنوزم نگاه میکنم. آره جون خودت. میدونی چی دلم میخواد؟ یه دونه از اون پالتو پوست گرونا هست، مثل مال بازیگرا. همه بگن زلیخا خانوم رو ببین، چقدر شیکه، درست مثل خانمای پولدار استانبول. راستش خیلی چیزا میخوای زلیخا سلطان. معلومه که میخوام. مگه چیه باید بخوام؟ تو هم باید بخوای پسر. همیشه که نباید حسرتشو بکشی، چیزی که حق تر و باید به دست بیاری. معلومه که میخوام.
چیزایی که نذاشتن به دست بیارم و پس میگیرم. دیگه مانعی وجود نداره. الان اونجایی هستی که میخواستی. تو استانبولی. منم که پیشتم. ببین پسرم، بذار یه چیزی بهت بگم. اگه ضعیف باشی شریکت هم له میکنی. من چرا انقدر له شدم؟ به خاطر اینکه بابات ضعیف بود. اما من مطمئنم تو انقدر قوی میشی که همه حسرت خانواده ما رو میخورن. به من افتخار میکنی مامان. همه امیدم به توه. تمام چیزایی که از دست دادم، آرامش، قدرت، امکانات، تو همشو یکی یکی پس میگیری. اما ببین، اگه تو استانبول به کم قانع باشی، اون وقته که به باختن محکوم میشی. اما تو انقدر باید قوی باشی که همه حسادت کنن بهت. بهم قول میدی؟ قول شرف. بزن. چطوری؟ وای آقای وکیل رو ببین. حسابی دختر کش شدی پسر. بیفیم برین پسر و گلم، موفق باشین. ممنون ماما. یکیت ببین چی میخوام بهت بگم. ها، امروز پیش بابا میمون. اصلا از این یارو اسدالله خوشم نمیاد. ای بابا، چرا پسر؟ مگه بعده که زمین رو فروختیم به جاش میخوایم جواهر بخریم؟ آخه ما کجا؟ جواهر فروشی کجا؟ برادر من. ببین داداش من نمیدونم این اسدالله به چه خاصی نیتی داره سعی میکنه به بابا جنس میز بفروشه. بری تو یه مغازه دیگه پیدا کن. باشه داداش؟ از یه بنگاه دیگه. باش، میگردم. حالا برو من تحقیقاتمو شروع کنم. یه کمی هم داریم رو مدلای جدید کار میکنیم. برای این مغازه چقدر لازمه؟ با چند کیلو طلا میخوای شروع کنی؟ نمیدونم. اگه با 5 کیلو شروع کنی 500,000 لیرا میخوره. اگه با 10 کیلو شروع کنی 2 برابر میشه. اینجوری خیلی. ولی ما اینقدر پول نداریم. خونه که داریم، میفروشین سرمایهش میکنین دیگه. ولی خونه به اسم زلیخاست، امکان نداره بفروشه. ببین اصلا تو استانبول کار کوچیک فایده نداره. واسه شروع باید قدمای بزرگ برداری. قرض گرفتن برای همین وقت هست دیگه، از یه جای پیدا کن. فاضل از دوستای دانشگاه من بود. اون استادم شد. منم اینجا رو باز کردم. خیلی سفارشتو کرد. سلامت بشم. بفرما بشین. جای تشریف میبریم، برسونمتون. آخه چجوری میخوای منو برسونی؟ مگه من هندونم؟ به هر حال آدم باید به چیزایی که داره قانع باشه. آره عزیزم، کفشایی که الان پامه بیشتر از این ماشینت میارزه. خب این ابو قرازت تو را میمونه، اون وقت باید پیادشیم و هلش بدیم. برو رد کارت پسر جون. آدم باید به چیزایی که داره قانع باشه. آره
بیایی تو روحت. اسدالله خان، میتونیم یکم حرف بزنیم؟ تو یه راست برو خونه، من کار دارم، شب دیر میام. در قفل کن بخواب. باشه بابا. بگو. داداش من خیلی دلشوره دارم، عذاب وجدان گرفتم. عذاب وجدان؟ من وقت اضافه ندارم که صرف اینجور چیزا کنم. نمیک، میخواستی از اول فکرشو بکنی؟ داداش میتونیم بی خیالش بشیم. نامیک، روزمو با این حرفا خراب نکن. اگه دلشوره داری از همینجا بکش کنار. دیگه هم به کار کردن با من فکر نکن. قدنی چه ها اونجا از راه به در میشن، مخصوصا ایدیت. نگاه نکن اینجا یه جوری خودشو سرگرم میکنه. کار بلد نیست، درس نخونده، تو استانبول هیچکی تحویلش نمیگیره. والا اینطور که پیداست پولمون کمه، باید از یه جای پول جور کنیم. میگم نمیتونیم از بانک وام بگیریم؟ نمیدونم، 4 برابر پولی که داریم لازمه. چطور خونه رو بفروشیم؟ چی؟ من که عقلتو از دست دادی؟ من 25 سال به خیال این خونه زنده بودم، حالا بفروشمش امکان نداره. شب بخیر. شب بخیر پسرم. چیزه بابا، میشه ماشین رو عوض کنی؟ مجبوریم برای سرمایه بفروشیم، ولی خدا میدونه که میتونیم یکی دیگه بخریم. بهتر، ماشین که نیست، گاریه. از آسمون چه چیزایی میبره. مال من چه؟ باشه، به زودی قرار زنده داشت بشه، حواست باشه، به چشم خریدار نگاش نکن. نه بابا خیلت راحت. خیلی خوب تعریف کن ببینم چته. میدونستی خیلی دلم میخواست مثل تو باشم؟ گفتی مثل من؟ چرا؟ پسر تو واسه جذب بقیه همه چی داری؟ مخصوصا برای دختره؟ آره، ظاهراً عمو جون حق داشت، ما به درد شهر خودمون میخوریم. اما تو هر جا که میخوای بری برو، مطمئناً موفق میشی. صاحب مسلکی، عاقلی، حالا میبینی همه بهت احترام میذارن، حتی دختره. چرا نگو؟ تو خیلی خودتو دست کم گرفتی. خیلی ممنون. در این دو داداش یه دوچرخه بخری تونتر میره به خدا. بام شب بینیم، حسودیتون میشه، همینش هم ندارید که. چطوره ببریم قبرستونی جای چالش کنیم؟ چند روزه داری بی خودی باش ور میری. دستاتو ببین، درب و داغون شده. آره دیگه، روزی دوتا آهنگ خودت در میکنی کار تموم میشه. من همش در حال تعمیراتم، خب معلومه به این روز میفته. میدونی که پسر پول کار آخر رو هنوز نگرفتم، میزنیم هم که به جایی نمیرسه. حالا تو هی به هم تیکه بنداز، ولی بالاخره یه روز سیدی میدم بیرون. شت. بیا بیا بریم به رفیق جدیدمون یه سلامی عرض کنیم. هی سلام. سلام، امرتون این کرد.
بریم بچه ها، شما به کارتون برسین، منم برم پیکار. یه لحظه، یه لحظه. او پسر بچه سرش تو حساب کتابه، ماشاءالله درس خونه. اونه که تو دستت کتاب نیست، کلاسره. این بچه کلاس محلمونو میبره بالا؟ بخش سرگرمی محلمونم با شماست، مگی نه؟ خیلی بچه یه زرنگیه، اصلا به روی خودش نیورد زایه شده. آفرین بچه ها، من اصلا وقت اضافه برای یلفو ندارم. تو برو پیکارت، مرم برم پیکارت. یه دقیقه صبر کن. تو الان منظورت با کدوم یکمون بود؟ هر دوتون. آقایون، اگه جای تو میخاره در خدمتم. خیلی باشه، تو وکیل وسیشی داداش. نه من الان بهت خالی میکنم. چی دارم بهت میگم؟ ایگیت داری چی کار میکنی؟ فکر کردین کی هستین ها؟ وای چه خوب شد، رسمن کتکشون زد. برین رد کارتون. ای یواش دیگه، ای بابا. احتمالاً این مال توه. بله، متشکرم. خوبی؟ آره خوبم. فعلاً. فعلاً. خداحافظ. بریم پیش سیبل ببینیم چه خبره. هیچ معلومه چه کار میکنی؟ اینجا هم دعوا؟ اونا کیان؟ دختر این محله. ببینم دعواشون شده بود. آره سلیم و عمران دیگه. زود باش برا. ای پسر سنگین رنگین باش. برا بابا، از برادرش دفاع کرد. آره بابای بچه هم باید مثل این باشه. وای دریا، تو هم توی یه عالم دیگه یا دو دقیقه یه بی سر و پا رو مرد رویاهات کردی. خب چیه، از برادرش دفاع کرده، خیلی آره خوبه. از برادرش دفاع کرد. چی کار میکنین، رفته بودین گردش؟ آره گردش. دیدی تو فیلم ها زن حوصله‌شون که سر میره میرن بیرون خرید؟ منم گفتم مام بریم، مگه چیمون کمتره؟ فقط چون پولمون کم بود رفتیم سیب زمینی پیاز خریدیم و برگشتیم. خب حالا تو هم بازم با ناپدری دعوا کردی؟ ببینم خیلی تابلوه. خب بیاییم بریم خونه ما یه قهوه میخوریم، میشینیم تو بالکن دید میزنیم. وای عالی میشه. نه 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 من باید برم، شب مهمون داریم، باید برم خونه. کی قراره بیاد؟ چیزه، همینایی که تازه اسباب کشی کردن. اوه اسدالله خانو ببین، میگن سختگیره، خوشتیبترین پسرهای محله رو دعوت کرده خونهش، اون وقت به تو گیر میده. کدومو میگی؟ اون قد بلنده رو؟ اونیو میگم که چند دقیقه پیش از برادرش دفاع کرد. خب بیا بریم. خیلی خب باشه، باشه. خوشتیپ دیگه، مگه چی گفتم؟ باشه خوشتیپ، بعدم برامو تعریف کنم. همشو باید بگی. خیلی خب دیگه، بیا بریم دیگه دیوونه. واسه یه بارم شده، چقدر امیدوار بودم که به یه جایی میرسی. ما هر کاری از دستمون برمی اومد کردیم زلیخا، رفتیم با بانک هم حرف زدیم، وام نمیدن، چی کار کنیم؟ ازت خواهش میکنم ناراحت نباش، طلا فروش که به دنیا نیومدیم. خب یه کار دیگه پیدا میکنیم، یه کاری که همین پول کافی باشه. میگم بیا بریم یه بانک دیگه ببینیم چی میشه. چه فایده ای داره زلیخا؟ چهار برابر پولی که داریم وام میخوایم. تو این دور و زمونم تا گردش حساب 10 میلیارد نباشه به کسی وام نمیدن. حالا اگه بریم یه بانک دیگه هم فرقی نمیکنه، همون حرفا رو تحویلمون میدن. ما هم که واجد شرایط نیستیم، وام نمیدن دیگه. با پناه به خدا، این دیگه یعنی چی؟ شرط پول قرض کردن اینه که پولدار باشی؟ اوکی. بیا. خوش اومدی اجلال جون. شما هم خوش اومدین. وای وقتی که این دختر رو اینجوری میبینم یاد جوانیای خودم میافتم. به نظر من که شما تازه اول راهی. بی تربیت. داشته غیبت کیو میکردین؟ یه چیزایی شنیدیم، بگین ما هم بدونیم. چه غیبتی عزیزم؟ اومده بودم خونه این زلیخا خانم اینا، همینا که تازه اومدن این رو برو. خونه نبود، گفتم تا اینجا اومدم یه سرم به آبجی نریمان بزنم. تو میشناسیشون؟
آره، از فامیلای نامیکن، از آیوالیک اومدن. من میگم محله دیگه ای پیدا نکردن برن عزیزم، ما موندیم کجا فرار کنیم؟ آبجی نریمان، اگه باهاشون رفت آمد کنی خوشت میاد. خونه از پدر زلیخا بهشون رسیده. پسر کوچیکم درسش که تموم بشه میخواد اینجا کار کنه. بزرگرم میخوام بذارن سر طلا فروشی. والا من اگه دختر جوون داشتم از دست نمیدادم. اگه خودت هم یه دختر جوون بودی از دستشون نمیدادی مگه نه؟ تو خیلی رود زیاد شده ها. من اگه نیتشو داشتم از تک تک شماها میزدم جلو. وای ماشاءالله. چطور پیش میره؟ خوبه؟ خوبه خوبه. چرا ما فقط به دعوای خانوادگی رسیدگی میکنیم؟ خب این پرونده هم یه بخشی از کار ماست. دقیقاً چی داره اذیتت میکنه؟ نه چیزی اذیتم نمیکنه. آدم یه سر اینجا کار کنه فکر میکنه عدالت صرفاً تو این داستانا خلاصه میشه. یعنی میخوام بگم که چه میدونم تو دانشگاه چیزای دیگه به ما یاد ندادن. چه اینطور؟ آخه نه این که ما قدیما درس خوندیم نمیدونیم دقیقا منظور شما چیه. دیگه چیا تو دانشگاه یادت میدن؟ نه نه منظورم شما بد متوجه شدین. البته که شما بهتر میدونین. من فقط فردا یه دادگاه دارم. تو هم با من بیا. برات بد نیست. بیا بریم داداش، بازم دعوا میشه. صبر کن ببینم. نگاش کن تو رو خدا، یه روز اومده ما رو کتک میزنه. یه جورایی بهش حق میدم، از دعاشش دفاع کرد ولی دستش سنگینه. همینو تو محله کم داشتیم. دقت کن دخترم. از وقتی که اومدیم شما خیلی در حقمون خوبی کردین، اما ما از باز کردن جواهر فروشی منصرف شدیم. چرا؟ از پسش بر نمیاییم. حتی خواستیم از بانک وام بگیریم ولی با توجه به شرایطی که داریم وام سنگین بهمون نمیدن. در نتیجه برای باز کردن جواهر فروشی امکانات لازم رو نداریم. چرا بابا، درست میشه. به فروش خونه فکر کردین؟ نه خیر آقا. وقتی خونه هست نمیشه مغازه رو انداخت، ولی با مغازه میشه دوباره خونه دار شد. تازه این خونه هر چقدر از عمرشون بگذره بعدن به بهونه‌های مختلف ارزونتر میخرنش. خب اگه اینجوری باشه که هیچ کس نباید خونه بخره. منم همینو میخوام بگم. تا فرسوده تر نشده ردش کنین بره. برای این میگم که کارتون را بیفته. من 25 سال منتظر بودم بیام تو این خونه. امکان نداره با پای خودم برم. حالا هرچی هم شما بگین این خونه فرسوده است، خب تنها دارایی مونه آقا، همه دار و ندار مونه. من امکان نداره بفروشمش. ما توقع خیلی زیادی از کار و درآمدمون نداریم. همین که یه سقفی بالا سرمون باشه و نونمون رو در بیاریم و سرمون رو راحت بذاریم رو بالش کافیه. ای بابا چرا انقدر زود ناامید میشی؟ ما یه جورایی هم شری به حساب میایم بابا. اگه به شما کمک نکنیم که نمیشه. راستش نمیخوای مدیون کسی باشیم. باشه فردا یه سر بیا مغازه ببینیم چی کار میکنیم. آه شیرینیام اومد. کبرا تو این کار رو دست نداره. او شیرینی مورد علاقه ایگیت، دست درد نکنی. دقیقا مثل مادرشه. کبرام خیلی خوب درست میکنه. خیلی خوشمزه شدم. دست درد نکنه. نوش جونتون. کبرا یه خورده هوله. اسدالله خان قرض داد، چند برابرشو در میاریم. حالا ببین
خب بابا حالا گیریم که خوب در میاریم. اما یه وقت به مادرت چیزی نگی، بعد عروسیمون تا حالا اینقدر خوشحال نبوده. بار اولی که لبش خندون و بهم اعتماد کرده، این سفته رو ببینه به هم میریزه. به مادرت نگو. باشه باشه بابا، من به مامان چیزی نمیگم، ولی این سنده رو امضا نکن. پسرم اونا رو بده به من. باشه، امضا نمی کنم. دو دقیقه صبر کنی الان میام. چرا انقدر معطل میکنی؟ بیا دیگه. خب چی کار کنم؟ بیا دیگه، منتظرم. اوه دریا خانم، خیر باشه. میرین گردش؟ به تو چاخه؟ زشته به خدا. مگه ما بچه محل نیستیم؟ این قیافه چیه برامون میگیری؟ میریم ساحل. آخه با این تیپ کجا میخواییم بریم؟ قربونت برم من. بزن بریم. بسر تو این زبون رو نداشتی چیکار میخواستی بکنی؟ والا من حیرون کبرا موندم. تو چه دختر زرنگی هستی، هم کل روز توی مغازه کار میکنی، هم خونه به اون بزرگی رو اداره میکنی. بابا آفرین به تو. دستپختش هم خیلی خوبه. دقیقا. آخ نگاش کن، خجالت میکشه عزیزم. نه خیلی زیادم کار نمی کنم، اما دوست دارم همون کاریم که انجام میدم درست باشه. حق داری. من میگم آدم هر کاری که میکنه باید کل حواسش رو بده به اون کار. حالا تو به؟ خوبم خوبم، ممنون. گرم حرف زدن شدیم، حواسم پرت شد. دختر خوشگلمو نظر کردن. بعدن میبینم. میبینم اتون. خداحافظ. بگید مامان اسدالله خان اینا رو شام دعوت کردن که برای مغازه جشن بگیرن، تو چی میگی؟ نوش جونتون باشه، ما با تو یه کار دیگه ای داریم. چی؟ من حالا حوصله ندارم بمونم تو خونه، دوتایی میریم میگردیم ببینیم این دور بر چه خبره. فعلا خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ آشنامیک. ظاهرا با جوانای محله ما جوش نخوردین نه؟ اونا رو ولشون کن بابا، انگار صاحب این محله اومدن واسه ما شاخ و شونه کشیدن، اما میبینی که جرأت ندارن نگاه میکنن. نه جفتشون هم بچه های خوبی هن، عرداشون سرشون به کارشون هن. اما گاهی آدم وقتی درمونی واسه دردش پیدا نمیکنه بهونه گیری میکنه دیگه. منم که جوون بودم مثل اینا بودم. گاهی آدم دنبال یه جایی میگرده که ارثشو خالی کنه. فکر کردم میتونه سر شما خالی کنه. به دل نگیرین. خداحافظ. میبینیم اتون. میبینم اتون. باشونو چیکار کردی؟ یکم باش بر رفتم. کاپوتو باز کن. چه خبر شده؟ هیچ سرگرمی پیدا نکردین گیر دادیم به فک و فامیلای من؟ داداش ما که نمیدونستیم اینا فامیلاتن. داداش ما چون نمیشناختیمشون گفتیم با روش خودمون بهشون سلام کنیم. جفتشون هم پسرهای با شخصیت خوبی هن. اما سر جلوی هر کسی خم نمیکنن. تو شهرشون پدر بزرگشون کله گنده ای بوده واسه خودش. نواهاش هم کاملا به خودش رفتن. ببینین اگه باهاشون از در رفاقت وارد بشین با شما مثل برادرشون تا میکنن. اگه باهاشون دشمنی کنین من میدونم و شماها. حالا زود بشین برین. همه چی رو درست کنین. بدا. بره. بیا. این دیگه جواب نمیده. سلام عرض شد. مگه من نگفتم جلوی چشم من آفتابی نشین؟ اون روز یه اوقات تلخی شد، اومدیم برطرفش کنیم. داداش نامیک رفیقمونه و ما هم دوستش داریم، همیشه چش تو چشمی، بهتر خصومتی بینمون نباشه. من سلیمم. ایگیت. امره. امیرم. ما میخواییم بریم ساحل، شما میایین؟ یکم با هم بگردیم. آره فکر خوبیه، بیاید بریم با هم دیگه یه دوری هم میزنیم. آره میریم لب ساحل، دختره خوشگل مشکل دید میزنیم.
تو میخوای برو، من کار دارم. ماشینت خوشگله. آره، هفته یه دونه عوض میکنم. وقتی مدام سواری ماشین میشم برام تکراری میشه. سلیم تو تعمیرگاه کار میکنه. بابا ماشینو باید بیاریم یه تستی بکنیم دیگه، فقط برای جلب رضایت مشتریه. خب تو چه کار میکنی؟ من موزیسینم داداش، شبا توی یه بار کار میکردم که نشد، اما به زودی برای خودم کار میکنم. گیتار میزنی؟ همه یه سازه رو بلدم. سازه رو خوب اومدی. گیتار، باقلاما، عود، از سازه قدیمی هم کمانچه، سازه بادی هم ای بلدم. سازدهنی هم اگه نفس داشته باشم میزنم. دیگه مگه چیزی هم مونده؟ همه اینا رو کی یاد گرفتی؟ مادرزادی بلدم. آدم وقتی بزرگ میشه از یادش میره، ولی وقتی سازو میگیرم دستم دوباره یادم میافته. خدا دادی. اینا از کجا پیداشون شد؟ ساحل عمومی دیگه، اومدن شنا کنن. بکن. باشه باشه. یادت میاد گفتی از اینجا شیرجه میزنی؟ خیلی خوب بابا، شیرجه میزنم. نفری خودم ولت میدم. آه سلام شما. سلام، حالتون خوبه؟ نظری پخته بودم، بفرمایید. باشه، بفرمایید تو، بفرمایید. نه دیگه ممنونم، باید برم اینا رو پخش کنم، نمیتونم بیام. بخور بعد میری پخش میکنی. بیا بیا تو. چی بگم، به جایی که نمیشه نگفت. ممنونتونم. خب استانبول چطوره، بهش عادت کردی؟ منظرش قشنگه. اگه وقت داشته باشه اینجا همه چیز قشنگه، دریا، خوشگذرونی. شهر ما هم قشنگ بود. حتما بوده، ولی اینجا تقسیم هست، سینماها، کافه ها. بیاغلو خیلی قشنگه، شاید یه روز با هم بریم. خوشت میاد، باحاله. ماشالله، وای خدا، دختر شما چقدر خوشگله، چشمم کف پاش. دیگه وقت ازدواجشه، هم اون هم دریا. چه ربطی داره عزیزم؟ سیبل من اصلا به ازدواج فکر نمی کنه، یعنی اون اصلا کار خون و این چیز ازش بر نمیاد، اصلا بلد نیست به شوهرش و مادر شوهرش خدمت کنه. باید یکی سر راهش قرار بگیره که بتونه براش خدمت کار بگیره. شاید حالا اون موقع ازدواج کرد. والا چی بگم، انشالله خدا قسمتش کنه. خب ایگیت و امیر کسی رو در نظر ندارن؟ نه عزیز دلم، چه حرفایی میزنی. ایگیت که میخواد تلا فروشمون هست، کاراشو انجام بده و اصلنم نمیخواد خودشو درگیر اینجور چیزا بکنه. امیرم که سربازی نرفته هنوز، یعنی پسرای من هنوز خیلی وقت دارن. اون دختره کیه؟ اوه، تو خیلی بالا بالا میپری داداش. پرنده همیشه بالا میپره، اشکالش چیه؟ از طبقه روبروتونم ببین. اون سیبله، سیبل. به امثال من تو نگاه هم نمی کنه. مگه ما چمونه؟ داداش دختره توی مزون لوکس مانکنه، خدا میدونه چیا میبینه. به من و تو بچه محلا نگاه نمی کنه که. بگیر. ولی ارزون خریدی. این بیشتر از این نمیارزه، پول خوبی دادم. اون موقع که خریدمش هیچکی نداشت. پسرام چقدر خوشحال شده بودن. بگذاریم، خیرشو ببینیم. به سلامت.
میشه بری کنار، جلوی آفتابو گرفتی. منو نشناختی؟ همسایه روبروتونم. نه نشناختم. خواستم آشنا بشیم، شاید رفیق شدیم. به این سن رسیدی هنوز نفهمیدی نمیشه اینطوری آشنا شد؟ درسته، حق داری، اینطوری نمیشه. عصر یه کاری کنیم. امشب کار دارم. فردا؟ فردا وقت ندارم. پس کی وقت داری؟ برای آدمایی مثل تو هیچ وقت. دارین میرین؟ آره میریم. بیاین برسونمتون. باشه. پس من مزاحمتون نمیشم. سیبل یه دقیقه صبر کن دختر. عزیزم اگه تو میخوای باهاشون بری برو. دم در خونه میبینمت. دیدی چه گفتم؟ این چشه ها؟ مواظب باشین پسر زیاد موجه نیست. چرا؟ به نظر من خیلی بچه خوبیه. چه میدونم، من فکر کنم یه خورده از این ایگیت خوشم اومده. آخه به تو چی بگم دریا، چی بگم؟ ولی من میخوام برم. باشه برو. نگران نباش. باشه میبینمت. مواظب باش. بابای. بابای. من با شما میام. بفرمایی. به چی میخندی؟ خیلی ممنون. الان از گشنگی میمیرم. ای وایسا وایسا، اینجا یه ماهی فروشی خیلی خوب هست. میای ماهی بخوریم؟ دیگه نزدیک خونه ایم، چرا بریم بیرون؟ نه نمیشه، من دیگه حواس ماهی کردم، باید حتما بخورم. این بار مهمون من. بریم دیگه. موضوع مهمون کردن نیست، ما حساب میکنیم. اما در نهایت دستپخت مامان آدم یه چیز دیگه است. درست؟ آره. خب معلومه که جای دستپخت مامان تو نمیگیره، ولی یه شب دیگه بیاین بیاین دلمو نش کنین دیگه. بریم ایگیت. بریم. ها پس بریم. ماهی ها اومدن؟ بده امو جون. متشکرم. دست درد نکنه. دست درد نکنه. دمت گرم. نوش جونت. به نظر که خوب میاد. وای خیلی میچسبه. دست شما درد نکنه. حالا که حساب کردی فرض میکنیم شما پختیم. باشه. مثلا فرض میکنیم ماهیارم تو گرفتی. الان ماهی فروشی درآمده چقدره؟ به نظر من که خوبه. ببین یه اجاق میگیری با یه قایق کوچیک، بقیهش راحته. قایق گرفتن کجاش راحته؟ ماهی باید از دریا بگیری، نصف سرمایت مجانیه، بعدش دیگه میتونی راحت راحت خرج کنی. اول بذار این شکمتون سیر شه، بعدن فکر پولدار شدنو بکنی. چیه داداش، تو دوست نداری همچین قایقی داشته باشی؟ نه من به درد اینجور کارا نمیخورم. بگذاریم، دختره حوصله‌اش سر رفت. دریا بهتر ما بریم یه قدمی بزنیم، اینا هم واسه آیندهشون نقشه بکشن. امروز یکی از بهترین روزهای زندگیم بود. هنوز که روزمون تموم نشده. خواهی بریم اونجا بشینیم؟ آجی دوتا دیگه بنداز. باشه. خوشگله نه؟ آه.
آدم وقتی به این دریا نگاه میکنه هم به این یکی دریا روحش شاد میشه. بابای خدا بیامرزم ستاره رو بهم یاد داده بود. مثلا اون بزرگه رو ببین، شکل بادبادکه. اون درازم دومشه، دیدی؟ اون طرفم ستاره سهیله، خیلی قشنگ برق میزنه، اما چون اینجا خیلی روشنه خوب دیده نمیشه. ما قدیما میرفتیم شهرمون وقتی مدرسه ها تعطیل میشدن، تو شهر ما ستاره خیلی خوب دیده میشن، شفاف، اما اینجا اینقدر خوب دیده نمیشن. خیلی حرف زدم نه؟ آدم وقتی موضوعی برای حرف زدن نداره بیشتر حرف میزنه. ببخشید ساکت میشم. خب تو تعریف کن، چی کارا میکنی؟ از چیا خوشت میاد؟ من هیچی. چی کار میکنی؟ مگه نپرسیدی از چیا خوشم میاد؟ از چیا خوشت میاد؟ از این زیبایی دیگه. هنوز خیلی زوده، ما هنوز همدیگر رو نمیشناسیم. حق داری، باشه آشنا بشیم. من ایگیت هستم، از حرف زدن زیاد خوشم نمیاد، اما به موقعش خودت میفهمی چی حس میکنم. میفهمم چه حسی داری، اما من برای این نیومدم اینجا. حتی یک کلمه هم با هم حرف نزدیم ایگیت. باشه، به چیا علاقه داری؟ چرن نگو. خیلی تند میری، من از کجا بدونم این آخرش نیست و یهویی غیب نمیشی؟ غیب نمیشم. حالا که این آخرش نیست و نمیخوای غیب بشی، پس دلیلی نداره عجله کنی، مگه نه؟ اصراری نیست. کجا؟ میرم برای قرار بعدیمون علایقمو پیدا کنم. دوستا جون بفرمایید. بسلامت، خسته نباشید. خب بابا جون تو برش کن، من حلش میکنم. ایگیت کجاست؟ خب بیاد یه گوشه کارو بگیره. اگه دیدیش از خودش بپرس. میدونه امروز انقدر کار داریم، ما یه ذرم به فکر نیست. این به کی رفته؟ ای بابا، این حرفا چیه که میزنیم؟ خدا رو شکر تو استانبولیم، مغازه‌ای به این خوبی داریم. زیر سایه این مغازه هم انشالله هممون سر و سامون میگیریم. خوش اومدین قربان، انشالله که سلامتی. خسته نباشی. ممنون. این کی بود؟ نهاد خان، خیلی آدم مهمیه. تو این منطقه بدون اجازهش پرنده پر نمیزنه، خیلی خرش میره. یعنی همه کاره این منطقه است دیگه. بهتون سلام رسوند، برای افتتاحی هم میاد. چی؟ ای بابا اینو نذارش تو ویترین، هنوز که افتتاح نکردیم. یه وقت میبینی یه دزدی کسی میبینه وسوسه. آره راست میگه، خیلی قشنگ شده. دیدی بی خود میترسیدی؟ زیر سایه شما خیلی آسون شد. کی باز میکنی؟ همه چیز حاضره، منتظریم گاف صندوق بیاد. پسر این پولدارا چطوری زندگی میکنن؟ این پسره رو دیدی؟ دو تا ماشین داره، عین این، دقیقا از همین. اونو ول کن پسر، از همه مهمتر اون رئیس ما بود که پول 3 ماه ما رو نداد. چطور نداد؟ بالا کشید؟ چه میدونم، میگفت همه چی رو به یکی دیگه واگذار کرده. تا
دم در خونش هم رفتیم که پولمونو پس بگیریم. گریه میکرد که ندارم، حالا با کشتی رفته تعطیلات عوضی. خونش کجاست؟ تو کاواجیک، یه ویلای بزرگ داره. چند نفرم؟ خدمتکارش و زنش هستن، بقیهشو نمیدونم. خونه است؟ نه، الان با کشتی رفته بودروم. پسر اینا پول داره، یعنی دوربین موربین نداره؟ یه خونه یه سه طبقه و بزرگه. طبقه بالا اتاق خواباست، پایین یه سالن بزرگ. همسایه ها؟ همشون تعطیلاتن. عالیه. چی کار میکنی پسر؟ مگه کوری؟ میفای اثر انگوش گذاشتی؟ سابقه دار که نیستیم. نه پس بی خیال بابا. ماشین هست؟ اون که حله. واسه این کار چند تا ابزار لازم داریم و با سه تا چراغ قوه، بقیهش حله. داداش نگاه چه غذایی دارن. پسر آخه تو چقدر ابلهی، ما آمدیم اینجا غذا بخوریم. ویلکوم بری بیا دیگه. اینو بگیر ببینم. داداش من این پولا رو قاب میکنم میزنم به دیوار اتاقم. واقعا ابلهی، آخه مگه این چقدره؟ داداش همینم واسه من خیلیه. باز کن نگه داشته تو گاف صندوق بهم نداده مرتی که. پسر به این میگن سلف سرویس، خودش بهت نمیده، میای هرچی میخوای خودت بر میداری. بریم. انگار تو محله ما تنها کسی که کتاب میخونه تویی. دانشگاه هنوز تموم نشده؟ تموم شده. فارغ التحصیل وکالتم. اوه جناب وکیل. تو که درس تموم شده پس چرا همش سر تو کتابه؟ نه این چیزه، چیه؟ رمانه. خیلی خوشم میاد. خوبه، حالا هوا محفظ میکنه. تو چی؟ نه؟ از چطور کتابایی خوشت میاد؟ نمیدونم، مگه امتحان ادبیاته؟ نه بابا، خب فقط داریم حرف میزنیم. مگه واسه حرف زدن موضوعی بهتری جز کتاب نداری؟ چرا؟ دوست دخترت ناراحت نمیشه همش سر تو کتابه؟ دوست دختر ندارم. خدافز. یورز بلد نیستی دو کلمه با دختر حرف بزنی؟ تا حالا تو زندگی می نمه پول یا جا ندیده بودم. معلومه. خب احساس میکنم رابین هودم.
رابین هود از پولدارا میگرفت میداد به فقرا. تو به کی میخوای بدی؟ ما هم فقیریم دیگه داداش، از پولدارا میگیریم میدیم به خودمون. بگیر بگیر، بیشترین پول مال توه، تو بیشتر از ما زحمت کشیدی. من اونی که میخواستم بگیرم و گرفتم. وای، اونو میخوای به کی بدی؟ رئیس؟ به تو چه؟ اینو ببین.